توی این ویدیو میخوام یه نکته در مورد تیلویند بهتون بگم که حد میزنم به مشکل بخورید توش پس گفتم یه ویدیو در موردش بگیرم که ببینید حین نیاد سوال بپرسید که اینجا این مشکل رو داریم یعنی حد میزنم یه مشکله که اکثرتون بهش برمیخورید خب من این فولدر تیلویندی که قبلا داشتمو توی ویس کود بازش میکنم اوکیه خب سب میکنم باز بشه و این فایل HTML هم رو هم توسط لایف سرور باز میکنم و این سمت الان دارمش خب الان من یه تغییری توی این میدم مثلا میگم BG گری 500 خب آیا رنگش به درستی اعمال شده؟ خیر چرا نشده؟ علت اینه که الان تغییرات این فایل HTML رو مجددن ریبیلدش نکردیم باید بیام دوباره اون کامنده رو اجرا بکنم خب من یه لحظه ترمینال رو باز میکنم CLS میزنم خب اگه یادتون باشه یک همچین کامندی داشتیم NPX Tailwind CSS I این کامنده رو از کجا وردیمش؟ از اینجا توی قسمت Installation توی قسمت Tailwind CLI این کامنده بود دیگه درسته؟ این کامنده دقیقا همین الان خب این کامنده رو بعد یه بار دیگه شما اجرا بکنید تا تغییرات لحاظ بشه ببین من اینتر میزنم این کامند اجرا بشه خب یه کوچولو سب میکنم مینویسه که ریبیلدینگ و الان تغییرات اعمال شده الان که من این کامند رو اجرا کردم اگه بیام تغییر اینجا بدم مثلا بیام یه پدینگ بهش بدم بگم که p-5 میبینید که پدینگ رو گرفته یا مثلا بیام بگم رنگش رو عوض بکنم بگم بی جی. دش خب از بین این رنگا یه رنگ انتخاب بکنیم مثلا بی لایم 500 رنگ لیمویی. اوکیه خب الان همه چیز داره درست کار میکنه اما من مثلا میام لپتاپم رو خاموش میکنم خب طبیعتا اینا رو میبندم دیگه اوکی لپتاپ رو خاموش میکنم فردا دوباره میام سراغ این فولدر وی اس کد فولدر تیلوین توی وی اس کد بازش میکنم الان باز مجددا وقتی از این صفحه میام و لایف سرور رو اجرا میکنم این صفحه رو توی لایف سرور بازش میکنم باز همون مشکل رو دارم مثلا الان من بیام اینجا بگم که یه رنگ اینجا قرار بدم مثلا بی جی داش یه رنگ پیدا بکنیم مثلا بی جی. اسکای 400 خب ببین تغییرات اعمال نمیشه تا زمانی که من یه بار دیگه بیام اون دستوره رو اجراش بکنم یعنی من باز باید بیام اینجا این دستور رو وارد بکنم بگم npx-telvin-css-i-src-input-css-o-src-output-css-watch الان اینتر رو بزنم الان تغییرات لحاظ میشه و الان دیگه تغییری بدم اوکیه حالا میتونیم یه کاری بکنیم که ما هر بار نیایم این دستور طولانی رو بنویسیم چی کار بکنیم؟ من میام اینجا توی این package.json هم خب اینجا یه دونه پراپرتی دارم به اسم dev dependencies تهش یه دونه کاما میذارم و میرم خط بعدی اینتر میزنم و اینجا می نویسم اسکریپت رفقا این موضوعی که الان دارم میگم این اسکریپت این فایل package.json جیسون اینا همشون مربوط به دوره npm هستن به این علت گفتم که خوب npm رو بلد باشید قبل از اینکه این دوره رو ببینید یعنی اگه الان متوجه نمیشید دارم چی کار میکنم طبیعیه چون npm بلد نیستید این موضوع اصلا ارتباطی با خود تیلویند نداره ها یعنی این قسمتش کلا یه چیزیه که در مورد npm هست خب اینجا می نویسید بعد دو نقطه بعد آکولاد باز بسته یه دونه اینتر میزنم و میام یک اسکریپتی به اسم مثلا بیلد میسازم میگم دو نقطه و دابل کوتیشن حالا دقیقا همین دستور هست ببین دقیقا این دستوری که من اینجا می یا همین رو از اینجا کپی میکنم ببین این دستور رو کلش رو کپی میکنم و اینجا قرارش میدم یعنی همون دستور npx tailwind css تهش دشتش دش اوکی خب اینو اینجا قرار میدم حالا یه بار من مجدد اینو میبندم و میام اینجا حالا شما یه بار دیگه بیاید اینو باز بکنید توی vs code دیگه نیاز نیست اون دستور طولانی رو وارد بکنید کافیه که فقط یه بار توی ترمینال چه دستور رو وارد بکنید دستور npm run اسم اسکریپتتون اسم اسکریپت هم چیه build npm run build الان این npm run build داره دقیقا همین دستور رو اجرا میکنه یعنی وقتی من توی VS بنویسم توی ترمینالش بنویسم npm run build مثل اینه که دقیقا این دستور طولانی رو نوشتم و اجراش کردم اوکی پس شما وقتی ویس کود رو میبندید باز میکنید واسه اینکه تغییرات اعمال بشه قبل از اینکه شروع به کود نویسی بکنید یه بار این NPM Run بیلد رو بزنید یعنی وقتی تغییری توی کلاس های تیلوین میدید توی فایل HTML تون یه بار این NPM Run بیلد رو به این صورت که بزنید از اونجا به بعد دیگه تیلویند حواسش هست که چه تغییری توی کلاس هاش اتفاق میفته و خودش میاد مجددا ریبیلد میکنه خودش میاد مجددا اون کلاس هایی که استفاده کردید رو میسازه الان من اینو با لایف سرور باز بکنم همه چیز باید اوکی باشه و الان میتونم خیلی راحت میام رنگ اینو تغییر بدم مثلا بگم بی جی داش خب بذار یه رنگ انتخاب بکنم بیجی مثلا حالا نمیدونم تلفظ این چیه مثلا این رنگ رو انتخاب میکنم خب میبینید اون رنگ روش یعنی اون هلو چون خیلی هم رنگ به رنگ پس زمینه است الان نمیبینیمش حالا میام یه کلاس هم میدم واسه یه رنگ متنم میگم که تکس مثلا یلو تکس یلو 100 200 مثلا میگم تکس یلو 400 میبینید که رنگش تغییر کرد امیدوارم از این ویدیو هم نهایت لذت رو برده باشید موفق باشید